همراهان عزیزم، دکتر زنده دل هستم، روانشناس بالینی با 15 سال سابقه در خدمت شما عزیزان. خیلی از شما عزیزان لطف به من دارین و من رو خیلی جوانتر از اونی که هستم تصور میکنین. خلاصه خوشحالم که در خدمت شما هستم و برنامه امروز راجع به منفی‌گرایی هست. هم اینکه واقعا درک بکنیم چرا یک شخص منفی‌گرا میشه و چگونه ما میتونیم مقابله با این شخص بکنیم. دلم میخواد با یه داستان جالبی شروع بکنم. خانومی این چنین میگفت: با همسرم وارد مهمونی شدم. اولین حرفی که زد این بود که این چه مهمونیه آخه؟ گلها که بسیار ارزون و بیریختن، مهمانهاشون هم به کلاس ما نمیخورن، شامشون هم که قول میدم بهت بدمزه خواهد بود. خونه میموندیم، من فوتبالم رو تماشا میکردم و راحت زود میخوابیدم. تو هم که این لباس بد رنگ رو که دوست ندارم امشب پوشیدی. خانوم با متانت به او میگه دفعه دیگه رنگ لباسم رو تو انتخاب کن. حالا بیا بریم سعی کنیم به همون خوش بگذره. دنیا دو روزه. گوش کن، آهنگ مورد علاقه هر دومون رو گذاشتن. بریم و دوستامون رو پیدا کنیم. خانوم در دلش غم موج میزنه و بغضش میگیره. از خودش میپرسه چرا انقدر همسرم منفی‌گراست و هر جایی که ما با هم میریم مهمونی رو به هر دوی ما زهر میکنه. در منزل هم مدام ایراد میگیره. چرا خونه ریخت و پاشه؟ چرا غذا چربه؟ مرد خوشقلبیه ولی واقعاً از همه چیز ناراحته. خودش هم میدونه سخت گیره ولی متاسفانه حاضر نیست درک کنه که چقدر صدمه به خودش و به زندگی ما میزنه. ای کاش وقتش رو سپری میکرد بدون شکایت و تندخویی. ای کاش به من و اطرافیان و به خودش اینطور آسیب نمی رسوند. بینندگان عزیز، می دونستین که روزی 25,000 تا 50,000 تا افکار در ذهن ما می گذره. حالا تصور بکنین که اگه بیشتر این افکار مزاحم یا منفی باشن، واقعا این فرد چی داره تجربه میکنه و چقدر زندگی میتونه هم برای خودش و هم برای دیگران مشکل باشه. اینو در یاد داشته باشین که کسی که ایراد میگیره، طغیان میکنه و همه چیز رو منفی تا حدی نگاه بهش میکنه، در حقیقت ممکنه تا حدی هم سوپریوریتی کامپلکس داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو بالاتر از اونی که هست وانمود میکنه ولی در حقیقت درونش تا حدی بی‌ارزشی رو داره تجربه میکنه. اگه واقعا خودش رو با ارزش تجربه میکرد نیاز نداشت که در رقابت باشه و بخواد که همه حرفهای او رو درست حساب بکنن. واقعا وقتش رو روی این نمیذاشت که بخواد به اطرافیان ثابت بکنه که اون حرفی که میزنه درسته. این شخصی که منفی‌گراست اگه دقت بکنین همه چیز رو سیاه و سفید میبینه. یعنی رنگهای زیبای دیگر رو در زندگی براش بسیار دشواره که ببینه. میتونه آدمی باشه که تا حدی قضاوت دیگران رو بکنه و حتی خودش رو. این شخص قول میدم که با خودش هم قهره. مطمئنم که از این افراد خیلی میبینین که واقعا با خودشون هم راحت نیستن. دیگه چه برسه شما توقع داشته باشین که با شما با ملایمت و مثبت و محبت برخورد بکنن. یعنی واقعا یک همچین توقعی میتونه غیر منطقی باشه. پس کسی که
خودش با خودش رابطه خوبی رو نداره و تا حدی از زندگی بیزاره، تا حدی افسرده شده و نمیدونه با اون درون خودش و با احساسات اصیل منفی دردناکش مقابله بکنه، اینها رو با شکایت، با شکوه و شکایت انتقال میده به دیگران. تا حدی هم ممکنه، من اسمشو گذاشتم سمپاشی بکنه، یعنی واقعا تاکسیک میتونه باشه، میتونه قلب بسیار واقعا خوبی داشته باشه و به دیگران حتی کمک بکنه بدون نیاز بهش دارن، ولی وقتی که به رفتار و کردارش میرسه اینقدر درونش به هم ریخته هست که نمیدونه چیکار بکنه. و اسمش هست دیفیدنس. یعنی چی؟ یعنی کسی که راه و روش ها رو بلد نیست و نمیدونه که با خشمش چیکار بکنه. اینم یادتون باشه که بعضی وقتها دقت کردین که ممکنه بعضی ها دارن میخندن و لذت میبرن، ولی اون فردی که منفیه و داغونه میتونیم بگیم، ممکنه صدای خنده شما منو اذیت بکنه، برای که اون انقدر درونش ناراحتی و نگرانی داره، صدای خنده شما تا حدی برای او آسیب زننده است. ولی ممکنه که با سکوت، بهش میگیم silence treatment، یا با خشم انفعالی نارضایتیشو نشون بده و همین میتونه باعث بشه که خیلی از شما میگین تا به گریه نیفتین یا تا شما هم خشمگین نشین و تو لول اون کسی که منفی قرار نگیرین، دست از سرتون ممکنه بر نداره. در حقیقت اسم این سیریزمه، یعنی ناخواسته، شایدم یه مقدار خواسته، اون شخص وقتی میبینه که شما لذت نمیبرین و واقعا خودتون یک جا قرار باهاش گرفتین و به خشونت شما هم میرسین، این باعث میشه که احساس بکنه یه مقدار خشم درونی خودش کاهش پیدا میکنه. خیلی موضوع واقعا پیچیده ولی جالبی هستش. پس بنابراین برمیگرده به شما که وقتی میبینین که اون فرد، چه دوست، چه همسر، چه همکار، شروع میکنه به بهونه گرفتن و خودتون حس میکنید که با اون بهونه منفی که داره میگیره در حقیقت یک مجادله ای رو داره شروع میکنه، در همین موقع هست که شما میتونین واقعا از اون سیاست و از اون دانشی که دارین شما خودتون رو عقب بکشین و اجازه بدین اون در حال خودش باشه. این بسیار موضوعیه که میتونه کمک به شما بکنه. و به قول معروف آمریکایی‌ها میگن که get out of line of fire، یعنی وقتی که شما داری حس میکنی که اون شخص انقدر با خودش در تلاطم قرار گرفته که یه جوری میخواد خودشو خالی بکنه، اینجا هست که شما میتونین خودتونو یا دور بکنین، یا اگه احساس میکنید شاید هم خشمگین‌تر بشه و احساس بکنه که احترام براش قائل نیستین یا اهمیت به نیازهاش نمیدین، میتونین از جملاتی استفاده بکنین که احساسی باهاش برخورد بکنین. مثال میزنم، این داستانی رو که نوشتم، اگه همسر به شوهر ایرادگیرش بگه که متاسفم که از این مهمونی احساس میکنی لذت نمیبری، متاسفم که از این گلها خوشت نیومده، واقعا اگه فوتبال میدیدی شاید هم راحت تر بودی، مرسی که به خاطر من اومدی مهمونی، اگه یه تمجید یا تحسین بشه و احساس بکنه که اپریشیت شده به قول معروف، شاید همین کمک بکنه که احساس بکنه که شما باهاش همدلی کردین. ولی اگه کسی که واقعا احساس منفی هم داره و راحت نیست، شما بخواید با منطق اونو کمکش بکنید، برعکسه، اون ممکنه احساس بکنه که حسش نکردید و بیشتر مجبور بشه جمله هایی که منفی استفاده بکنه که بخواد به شما ثابت بکنه که حالش خوب نیست. اگه این خانم عزیز به جایی که بخواد حواس شوهرش رو پرت بکنه به آهنگ زیبا، در حقیقت پیام داده به همسرش که احساسات شما مهم نیست، احساسای منفی تو باید الان عوض بکنی و مثبت بکنی، و همچین توقعی بازم غیر منطقیه.
بنابراین چقدر عالیه که وقتی که یکی احساسی با شما برخورد میکنه جواب احساسی بگیره، وقتی منطقی با شما برخورد میکنه جواب منطقی بگیره. این شخص منفیگرا آماده نبود که بتونه منطق خانومش رو بپذیره. ممکن بود روز بعد بتونه بپذیره یا حتی آخر شب بتونه بپذیره، ولی در اون حال نمیتونست بپذیره و نیاز داشت که فقط بشنوه تمجید شده، تحسین شده و احساساتش برای خودش مهم هستن و گلها رو خوب دوست نداره، اینطوری داره نگاه میکنه. و اگه از جملاتی هم استفاده بشه که تو هرگز از هیچ چیزی راضی نیستی، تو از همه چیز ایراد میگیری، تو همه رو سرزنش میکنی، این باعث میشه که اون شخص احساس بکنه که راهی برای رشد نداره. برای اینکه وقتی که اون شخصی که براش مهمه تو زندگی همیشه اونو منفی نگاه بکنه، در حقیقت بهش میگیم parallel process، یعنی خود اون هم تصمیم گرفته و قضاوت کرده که این شخص همیشه منفیه، پس نمیتونه حتی لحظاتی داشته باشه که مثبت برخورد بکنه. ببینید چقدر این موضوع موضوعی عمیقیه. اینم تا یادم نرفته ذکر بکنم، اونهایی که منفیگرا هستن بیشتر مواقع نارضایتی درون خودشون رو دیگران رو بلیم میکنن، اونا رو گناهکار میدونن. جملاتی هم که استفاده میکنن اینه: تو منو خوشحال نمیکنی، تو من به من صدمه میزنی، اگه تو نباشی کنار من خوشحالم، من خیلی راحتم در خلوت خودم. و شاید هم این شخص داره پیامی میده که بذار من در اون حریم خودم راحت باشم. شاید واقعا انقدر افسرده باشه که نیاز داشته باشه در اون امواج افسردگی موج بزنه تا آماده باشه که از این حال بیاد بیرون. از اتاق فرمان به اطلاع من رسوندن وقت برای تبلیغات هست. تا بخش دوم برنامه با من باشین. بینندگان عزیزم، حالا حتما دارین از خودتون میپرسین که چگونه با افراد منفیگرا کنار بیایم به طوری که زندگی جلوی چشم ما سیاه نشه و ما کمترین آسیب رو تجربه بکنیم. ببینید اینو در نظر داشته باشین که کسی که منفیگرا هستش از درونش احساس میکنه که کنترل روی خودش و احساساتش نداره و این باعث میشه که سعی بکنه اقلن از برونش همه چیز رو تحت نظر قرار بده و بتونه تا حدی احساس بکنه که قدرتمنده و این موجب این میشه که هرچی کمتر احساس بکنه این چارج هستش بیشتر ممکنه ایراد بگیره و بیشتر ممکنه حتی کنترل بکنه یا زور بگه. شما خیلی مهمه که در نظر بگیرین که این شخص هم حتما خصوصیات مثبتی رو میتونه داشته باشه، نمیتونه همش منفی و بد باشه. بنابراین شما نمیخواین در همون جایی که این کسی که منفی به زندگی نگاه میکنه و به اطرافیانش، همونجا جوینش بکنید یا واقعا باهاش شرکت کنید در اون جایی که دردناک هستش. بنابراین خیلی مهمه که ببینین اون خصوصیاتی رو که خیلی خوب واقعا میتونه به نحو احسن کمکش میکنن کارهایی رو انجام بده، دست روی اون خوبیها و قدرتهاش بذارین. مثال، اگه این همین مردی رو که براتون مثال زدم، اگه بلده که چگونه با کامپیوتر کارهای خیلی خوبی رو انجام بده، شما میتونین موقعی که کمک احتیاج دارین ازش کمک بگیرین و این شخص احساس بکنه که مورد احترام قرار گرفته و شما مهم میدونینش و مطرح میشه در حقیقت. بنابراین اگه هرچی بیشتر اون استرینت، اون خوبی‌هایی رو که داره روی اونها به قول معروف سعی بکنین، اونها رو جلوه بدین و تا حدی رشد بدین، خب کمتر ممکنه که شما و اطرافیانش رو بخواد تحت نظر قرار بده. این یکیه که میتونه خیلی کمک کنه. دوم اینه که هویتتون و آیدنتیتی خودتون رو مخلوط با آیدنتیتی این شخص نکنین. این بسیار میتونه خطرناک باشه. اگه این فرد افسرده باشه
و از تنهایی خودش امنیت میگیره و احساس آرامش میکنه، ولی شما ممکنه افسرده میشین یا افسرده تر. پس اینجا مهمه که از خودتون بپرسین که چه خواسته ها و نیازهایتون رو از طریق خودتون شخصی میتونید برآورده بکنین که احساس نکنین همه چیز از شما گرفته شده. بنابراین شما هم یه مسئولیت هایی دارین که برای خوشحالی خودتون و سلامت روان خودتون گام هایی رو بردارین و همه رو نمیتونید بندازین گردن این فردی که ایرادگیره. شما اون آیدنتیتیتون و هویتتون رو هرچی بیشتر روش کار بکنید و رشدش بدین، این باعث میشه که زندگیتون رو میگذرونین در کنارش هم با این شخص رابطه رو دارین، چون این معلومه که همه رو نمیشه ترد کرد. همه ما انسان ها کامل نیستیم و یه ناکامی هایی رو داریم و منتقل میکنیم به اطرافیان و عزیزانمون. یه راه و روش دیگه هم که میتونه کمک بکنه اینه که هرچی شما خودتون رو قربانی و ضعیف تجربه بکنین، یعنی خودتون رو در ویکتیم رول قرار بدین که به دیگران و عزیزانتون ثابت بکنین که ببین من چقدر بیچارم، ببین من با چه آدمی روبرو شدم، با چه مشکلی مواجه شدم، این باعث میشه که کمتر واقعا روی خودتون کار بکنید. باز دارین اون لحظاتی که میتونین برای خودتون بسازین که خاطرات زیبا باشه، اونها رو از خودتون میگیرین و این باعث میشه که یه جایی قرار بگیرین که از این که دیگران به شما توجه منفی بدن، از لحاظ این که همدلی بکنن با اون فلاکت یا سختی های شما، این ناراحتی و مشکل تشدید میشه. مثل ترس که اگه خیلی زیاد ما خودمونو به ترس قدرت بدیم، بزرگتر و بزرگتر میشه و حتی میتونه جلوگیری بکنه و مانع زندگی ما بشه، همینم اینجا ما نمیخوایم انجام بدیم. بنابراین اینو یادتون نره که بسیار مهمه که خودتونو از این حالت ویکتیم بودن نجات بدید تو جایی که میتونید. به انگلیسی میگیم assertive بودن، یعنی اینکه شما وقتی یه اهدافی رو برای خودتون میذارین، میتونه کلاس باشه، میتونه معاشرت باشه، هر چیزی میتونه باشه، و شما اینو با متانت راجبش با این کسی که ایرادگیره و سختگیره مطرحش بکنین، مدلی که اجازه نمیگیرین ولی دارین مطرح میکنین و انجام میدین برای که برای شما مهمه، این میتونه خیلی کمک بکنه. اینو یادتون باشه اگه شما از حریم خودتون محافظت نکنین و اون خواسته هاتون رو واقعا ابراز نکنین که برای شما مهم هستن، دیگری هم نخواهد اهمیت داد به خواسته های شما. و میدونم که خیلی دردناک میتونه باشه این موضوعی که شما احساس بکنید که اون آدم منفیگرا فقط خواسته ها و نیازهای خودش رو مهم میدونه، در صورتی که اگه ریفریمش بکنی و اینطور بهش نگاه بکنید که اصلا این شخص میتونه انقدر افسرده باشه که اصلا نیاز و خواسته هاشو حس نکنه، فقط خودشو پنهان کرده باشه برای اینکه نمیدونه چگونه با زندگی دیگه مبارزه بکنه، مستأصل شده تا حدی و گیر افتاده. خیلی ها هم این سوالو میکنن، این خیلی جالبه، که میگن اون شخصی که منفیگراست و افسرده هم شده ممکنه دارو داره استفاده میکنه، یعنی در حقیقت تا حدی دنبال درمان رفته، پس چرا هنوز همینطور ایراد میگیره و کنترولینگه؟ و جواب من اینه، دارو ذهنیت شما رو که نمیتونه عوض بکنه، اون توقعهای غیر منطقی که شما داشته باشین هم عوض نمیکنه. پس بنابراین دارو درمانی کمک میکنه از لحاظ اینکه افسردگی رو کاهش بده، ولی واقعا اون رشد ذهنی و کار کردن و صحیح کردن صدماتی رو که تجربه کردین، اون مهمه که میتونه کمک بکنه که یه نگاه مثبتی تا حدی نسبت این شخص به زندگی داشته باشه. و اینم یادتون باشه که شما خودتون بگیم آدمهای اپتیمیستیک یا خیلی مثبت اندیشی داشته باشین، ولی وقتی که در یه موقعیت احساسی گیر میکنین و احساس ضعف میکنین، یکی برگرده به شما بگه نه اینطور نیست، شما نباید اینطور احساس بکنین، اشتباه،
این باعث میشه که احساس بکنین که واقعاً به شما احترام براتون احترام قائل نشدن، شما رو درک نکردن، با شما امپاتایز نکردن، یعنی در حقیقت همدلی نکردن. بنابراین احساس هر کسی مهمه، احساس هر کسی برای خودش معنایی داره و حتی معنی احترام هم میتونه متفاوت باشه برای همه ما. احترام ممکنه برای یکی معنیش این باشه که یک چای داغ برای من بیاد، برای یکی دیگه میتونه این باشه که با من با لطافت، با محبت برخورد بکن. این برای من یک دنیاست، چیزی ازت نمیخوام ولی فقط همینو ازت میخوام. بنابراین این موضوع خشم و خشونت هم یک عامل مهم دیگه در این منفی گرایی میتونه باشه. این شخص ممکنه دچار agitated depression باشه، یه افسردگی که بیقراره، در پوست خودش راحت نیست، نمیدونه با خودش چی کار بکنه. خشونت دائم اپیزودهای اکسپلوژن داره که این یه بمب دائم داره میترکه. میدونم میگن مثل اسخر ترقه تا اونجایی که یادمه، یعنی کوچکترین چیزی باعث میشه که این شخص بپره و عصبانی بشه. بنابراین این معنی افسردگی این نیست که یکی بره یه گوشه فقط بخوابه و در دنیا رو خودش ببنده. افسردگی میتونه واقعا افسردگی یه مقدار نهفته باشه، ولی از لحاظ این اجیتیشن و خشونت و نارضایتی خودشو بروز بده. بنابراین باید واقعا در نظر بگیریم که این موضوع جدیه، برای اینکه کسی که منفی گراه اول به خودش داره صدمه میزنه، خودش داره تجربیات منفی رو از درونش تجربه میکنه و به اطرافیانش میتونه صدمه بزنه. این صدمات ممکنه به حتی فرزندانش تأثیر منفی بذاره. اینقدر این موضوع میتونه مهم باشه. و ممنون از استقبالتون از برنامه من. سه شنبه شب آینده ساعت 9 شب در رادیوی 670 برنامه رو ادامه میدم راجع به اینکه واقعا دنبال چه خصوصیاتی میشه بگردین وقتی که میخواین یه رابطه جدی عاطفی رو با یکی شروع بکنید یا حتی ادامه بدین. این خصوصیات با اینکه ارتباط مستقیم با نیازهای درونی شما دارن، ولی بالاخره یه معیارهایی هست که باید در نظر بگیریم که خیلی ها راجع به این معیارها فکر نکردن و نسنجیده تصمیماتی رو میگیرن که بعد هم راضی نیستن. پس بنابراین موضوع مهمیه و هفته دیگه هم مطالبی رو که دوست دارین راجبش صحبت بکنم از طریق سوشال میدیا، یوتیوب و فیسبوک که به من پیام میدین، من جدی میگیرم و خیلی برام جالبه بدونم دیگه راجب چه مطالبی دوست دارین هفته دیگه با شما صحبت بکنم. از اتاق فرمان به اطلاع من رسوندن که وقت من به اتمام رسیده. تا هفته دیگه، همه شما روز و شبتون خوش.